سمرقند، ازبکستان و جشنواره ترانه شرق. سال 98 هستش، به تاریخ فرنگی 2019. این چی که اینجا میبینید مسجد معروفی به اسم مسجد بی بی خانوم که من بعد از دیدن بازار سیاب که بزرگترین بازار خوراک شهر سمرقند هستش، برای اینکه تنوعی بشه توی موسیقی هایی که داریم میبینیم، برای شما تعریف خواهم کرد که این مسجد چه داستان ها داشته و حتی الگوی بوده برای یک اپرای اروپایی به اسم تمرلین. ولی پیش از اون در کنار این پارک بسیار زیبا چه لباس های قشنگ هم دارن با زرق و برق نگاهی میکنیم به خوراک مردم این شهر که یادآور جاده ابریشم باستانی ماست در شهری 2700 ساله. من صدقه شوم برای لبای گویید، من صدقه شوم برای لبای گویید، از پشتکی در استاده کی وای گویید، از پشتکی در استاده کی وای گویید، از در که درام خوش آمدت میگویی، من صدقه شوم در لفظی های های بیویی. بله، این بازار خشکبار هستش، بعد لبنیات، بعد سبزیجات، بعد قلات یا بنشن. فارسی قلات میشه بنشن، من از بابام یادم مونده، یادتون باشه بنشن ها هستش. سنجد، خود سنجد ترش، گس و پودری. البته در افغانستان این سنجد رو خیس میکنن در ایام نوروز در هفت میوه و بسیار هم خوشمزه میشه. این جالبه، این خربوزه خشک یک ساله است و این هم معروفه، خیلی از اینا صادر میکنن. اینا زردالوئه که خیلی زیبان، من دیدم اینجا مخصوص تاجیکستان و ازبکستانه. آها، چه زردالوئه خوبیه، خیلی خوبه اینا. بله مال ایران بخ... شما؟ من بله، شما مال کجایی؟ ایران شجاره، شما مال ایران هست؟ کجا ایرانی؟ مال تهران. تهران هستی؟ بله. شما من لحجه مون شبیه اینجا شده وقتی میاریم، نه مثل خودش که صحبت ما آمدم اینجا اینطوری کم اینجوری کم کم حرف میزنیم میشویم. یاد میگیریم، شما بیاد واخوریم. توت توت، این توت، توت نه، توت خشک، توت این هم کشمشای سای خواب است، سای خوش شده است. میشه مزه کنیم؟ تمام مزه کنم؟ میشه مزه کرد، تمام چیزه میشه مزه کرد، خیلی اینا خیلی خوب. آه سپاس. آقا بیان ببینین این خربوزه خشکه. بله. خوردین تا حالا؟ نه. مزه موز میده، خیلی برای نرم و خوبه این. می‌بینیم؟ مثل تمام موز خشکه. موز خشکه. یه خود ترشتره. فکر کنم پشیمون شدم از طرفم. مزه چی میده؟ یه خود میوه‌تره. دو چیز با هم. این انجیر هم اینجا معروف جشنواره انجیر داشتن. انجیر داشتن اینجا؟ انجیرش خیلی شیرین نبود، ترش. چند از کیلویی؟ یک کیلو 50,000 سوم. 50,000 سوم. $5 اینا میشه. اینا چنده خربوزه ها؟ 40,000. همون 4.5 دلار. بادام چی؟ بادام گرونه تو ایران. بادام چند است؟ بادام خوبه. 140,000. اینجا هم ببینید 14 دلاره، 15 دلاره کیلویی. اینجا هم گرونه. اینجا اینش 95,000. 90 این ارزون ترشه. چرا این ارزون تره؟ این کلانتر است، این بامزه تر است. این مزهش بیشتره. مزهش. این مزهش بیشتره. شما یه آزمایش بزنی. این الان پولشو میگیرم. نه اگه نگیرن اشتباه کردم. نه اینا نمیگیرم. تو ما نصف این بازار رو خوردیم. خب میدن که بخوریم. اینی که ایشون گفتن مزهش بیشتره، مزه غلیظ‌تری داره و باریکه. ولی ما مزه اون یکی رو ترجیح دادیم که ارزون‌تر بود. شما با این حرفتون خنجری به پشت این فروشنده زدین که تا 3-4 روز نمیتونه از جاش بلند بشه، چون شما باعث ضرر این بازار چه شدید. نه باعث ضرر نیست، اینم بهتر. خیلی مت اسم شما؟ ابوبکر. آقای ابوبکر. شما قربان؟ من نیسیم. شما باز لهجت اینجایی شده آقای بیسیم.
ایسیم یا بیسیم؟ نیسیم. خیلی خوشحالم. شما چی کار میکنین زندگی؟ من در اسرائیل. آها اسرائیل هستین. آها از ایرانی های اسرائیل هستین. در تهران به دنیا اومده بودین؟ در تهران 60 ساله که من به اسرائیل هستم. در اسرائیل هستید؟ از ایرانیان اسرائیل؟ بله. از تهران مهاجرت کردن اونجا. خیلی خوشبخت شده و دیدنتون قربون شما. برای جشنواره اومدین؟ برای این هفته جشنواره اومدین؟ آهنگاش هم دوست داشتید؟ خیلی خوبه نه؟ امروز میریم ببینیم. یکی برای شما پخش میکنه. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. کسانی که اینجا هستن همه بیشتری اومدن برای این یک هفته بزرگداشت راه ابریشم در سمرقند که در این یک هفته 4 روز 5 روزش هم جشنواره موسیقی شرق ترانه‌لری هستش. برای من این شهر پر از تکاپو توریست‌ها میان، هر 2 سال این اتفاق داره میفته، میان در مورد فرهنگ، هنر، علم و پیوستگی و همبستگی این ملت‌ها با هم سخنرانی میکنن، تبادل نظر میکنن. کارگاه هست در خود سمرقند و البته میان اینجا هم خرید میکنن. میتونی راحت شد بفهم گله بردم با بازار بابا رحمان مرامتو خریدم دو گوشمار بابا رحمان مرامتو این شب شبی تا بیستو سری بزنیم به نانهای اینجا بازار و خیلی ارزان من نان ها ادامه دارم. من حال شما خوب است؟ من از ایران. اینم نان شیرمال. شیرین نیست نه؟ شیرین نیست. فقط تو شیر دارد. شیر دارد. شیر بادیان و نخود. نخود؟ نخود. نخود آردشه؟ نه نخود توش. توش زدید. نخود جوشانده دانش. آها نخود جوشاندین. جوشان میته. نان خیلی سفتیه. تیکای نخود توشه. و با شیرم درست شده. من اینو قبلا مزه کردم. مزه نان میده. نان طبیعی میده. نان خاصی رو من حس نکردم. نان طبیعی من نان کالوس. نه یعنی مزهش. مزهش دیگه خیلی سفت دیگه. یه چیز دیگه است؟
چند است اینا؟ 15,000. قیمتشون هم سه برابر، دو برابر نانهای دیگه است. اوه چه نون سفتیه، نون خیلی سفت. روغن هم بهش زدین، روغن کرچه. نه چرا اینجا؟ اما روغن سلات نیست. اینه کامش دیگر که نون خشک و پودریه. من فکرم اون یکی بهترم. خیلی ممنون. نون سنگینه، فکر کنم برای مسافره روی اسب خیلی خوب باشه. اینجا باش بریم تاشکند. خیلی ممنون، خدا بسید. خیلی بی خوده. خوش زده اشانه بی بی ریحان مرامتون، عاشق همی سوزانه بی بی ریحان مرامتون، خطون نمایان کرده بابا ریحان. حلوا با دکور مخصوص از این بزرگتر هم هست. دسمون برای عروسی، برای توییه؟ آه برای عروسی میتونه استفاده کنم. بسیار قشنگ. اوه اوه چند کیلوه؟ این 7 کیلوه. این 7 کیلو؟ بله. این چیه؟ این سمرقندی قدیمی حلوه. اینا شبیه گزه. به این میگم بیخ حلوه. بیخ حلوه منی خیلی تفقیدی دیدم بسر. از حلوه قدیمی اینجاست. میگن از شیره ریشه درختیه به اسم بیخ. حتی بیخ فکر کنم یعنی ریشه، نمیدونم کدوم درخته. حلوایی که ما داریم مثل حلورده، ولی این بین گز و حلورده است. میگن 18 ساعت اینو میپزن و میگن برای همه چیتون خوبه، بخصوص پشتتون. بیز خیلی ویتامین و بایی. بیز تا ویتامین داره. این کجاش ویتامین داره؟ نداره، انرژی داره. شبیه گزا یا ناگت میگن تو اروپا، یا گزای توی تبریز و آذربایجان. آچه کنجد داره توش. خیلی خیلی عالیه. این رنگ مایعات سیاهی که میبینی روغن هستش، روغن کنجد و روغنی میگن زغیر. ما هرچی فکر کردیم چیشه نفهمیدیم. به روسی هم گفتن انگار ندارن. فهمال اینجاست. میشه بو کنم؟ اینو برای پختن همون برنج آش استفاده میکنن. برای آش روغن سفید بالا بوش خیلی شبیه به بوی روغن کرچکه که من توی رنگ استفاده میکردیم برای بوم، برای نقاشی. خیلی بوش شبیه به اون بود. این زغیر بود؟ زغیر بود؟ کرچک نیست؟ کرچک؟ اینم زغیره. کنجد کو؟ کنجد کو؟ کنجد. این کنجده؟ بله، فکر کنم شبیه کرچکه. یا دانه کت... او... زورمون نمیرس. آها باش. با اجازه. آره بوی کنجد بوی شیرین‌تر و مهربون‌تری داره. این خیلی بوش جدی بود و اینا رو استفاده می‌کنم برای پختن برنج آش. بوی درات دورلرده بویلمسن علمای کوی درات شوخ قشقلر کویلمسم علمای. و اینم برنج قهوه‌ایه مال اندیجان هستش. بله اندیجان برنج فرغانه. فرغانه از نام‌هایی که با مانویان ما یادمون میاد، زمانی که مانی پیغمبر، زمان ساسانیان مجبورش فرار کنه از ایران چون تمام پیروانشون محکوم کرده بودند، میره به این طرف ها و در فرغانه هم بوده. ورقهای از کتابش رو پیدا کردن و این برنج اون مناطق از برنج قهوه‌ای میگن سالمتر از برنج سفیده. میگن فیبرش یا الیافش شاید بیشتر باشه، نمیدونم. تهران. تهران بله. و اینجا من عاشق شور ترشی هستم و اینجا هم شور ترشیه دارم. قهوه ادویه دار، خیارشورش هم هست. مثل خیارشورهای پیتحلبی ها بود که یه ترشی داره. مادر بزرگم میگفت وقتی شور درست میشه، شور خیارشور، بعد تیکای نون مینداختن، نون سنگک اون تو. آخه نون سنگک میریختن که ترشتر شه و این حالت داره، حتی سیرم داره. و این
گرمه. اون آبغوره است. به به آبغوره. صفرابره. این هم خیلی جالبه، سوسیس شور، یکی از گیاهی ترین سوسیس هایی که من تو عمرم دیدم. خیلی روش باحالیه. سوپ شور ترشی در شکل سوسیس، خیلی جالبه. این چیه؟ کلم، خیار شور، گوجه فرنگی و مقداری هم هویج. به به، خیلی خوشمزه است. خوراکی ها جای خودش، کلاها و پوشاک، که بعد بریم به موزی مسجد میخوایم برسیم. ولی قبل از اون یک آهنگ دیگه رو نگاه کنیم از جشنواره شرق ترانه‌لره سال 1998 که در همین ریگستان برگزار شد. از کشورهای مختلف اومدن برای رقابت در این کشور و برنده شدن گروهشون رو آرزو میکنن و اجرا میکنن در صحنه. موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنم. من بهزاد گروه هستم در شهر سمرقند، شهر جشنواره موسیقی بین الملل و دیدنی ها. امروز در این برنامه هم موسیقی هست و هم خوردنی ها. رسیدم به آخرای فصل شاتوت. یکی از آرزوهای من چیدن شاتوت از درخت‌ها هستش در خود ایران، ولی خب دستمون به اونجا نمیرسه، ولی دستمون به این پیاله میرسه. این آب شاتوته از درخت‌های اینجا سمرقند است. من اینو میگم 15 سوم تا 50 سوم، واعظه شما مزه کنین. بیشتر مزه چیز میده، مثل توت فرنگی. اینا میوه هایی که از خارج میاد، آناناس اینا جزوشن، و اینم انار هندیه که من نمیدونستم هم چیزی وجود داره. بهش میگن انار هندی. اینا چیه؟ چه رنگی. یه دونش رو با عزتون بخوریم. مم.
تمام شیرین و بیمزه، تمام تمام مزه پیاز میده. یه حسه درشتی هم توش بود. بسیار زیباست ولی اصلا تجویز نمی کنم. انار هندی. آه تخمش هم میشه فور. قیس فلک برجنه میل پر انوارسن قیس صده درجنه. و کلاهای معروف این منطقه مثل مقواس دوخته شده روش، این نوع مخملیشه که میگن خنک است. این هم یه نوع دیگه سنتیه با دسته. بهش میگین قلپاق. قلپاق یعنی ما کلمه قلپاق ماشین رو از اینجا گرفتیم، از کلمه ترکی بوده یا کلمه تیموری بوده. این هم نوع دیگرشه که سوزندوزیه. بله این هم دیگه با بوتجقه، نقش بوتجقه. داماد ما رو داماد عروسی توی ما رو عروسیه این شکل. آی افتن ببینیم در جشنواره شرق ترانه کدام گروه این کلاها رو به سر دارند. جشنواره که هر شب در این شهر در این زمانی که اینجا هستیم برگزار میشه. رقابتی هست بین هنرمندان کشورهای مختلف و هنرمندانی که قالپاق رو سرشونه. موسیقی را نیز دیدیم. جشنواره‌ای هست در سمرقند. ما حس ادبیات به اون دستا چون در این فضای خیلی هنری و خوراکی قرار گرفتیم. نوبت رسیده به توضیح این مسجد بی بی خانم. این بنای عظیم ساخته همسر بزرگ تیمور لنگ گورکانی هستش، امیر تیمور. به اجازه خود امیر تیمور همسر بزرگش خراجی رو که از هندوستان آورده بودند میگیره و همزمان با ساخته شدن مسجدها و اون حوزه علمیه در ریگستان شروع میکنن این بنا رو ساختن. همسرش یا ملکه میخواسته اینجا رو زیباتر از اون مکانهای تاریخی درست کنه، دستور ساختش رو میده و این 5 سال طول میکشه و میخواستن خیلی هم سریع اتفاق بیفته. برای همین بنا دچار مشکل بوده، حتی اختلافاتی بوده بین معمارش و پادشاه سعی که به این سرعت نمیتونه چه چیز ساخته بشه و یک زلزله هم در حدود 700 سال پیش میاد که خیلیش خراب میشه، همینجور به تدریج تیکه‌هاش داره میریزه، دارن بازسازی میکنن. جاقورانی مرمری که اینجا هست قدیمیه، مال خود زمان امیر تیمور میگن هستش. بنان شده یک مرکز حاجت، بس همین دورش رو حسار کشن چون کسی که بچه دار نمیشن میان اینجا دستی بهش میزنن و آرزو میکنن که بچه دار بشن. جز خرافات اینجا هستش. اینجا هم یک صحنه مسجده که مردم هم دعا میکنن، مسجد تاریخیه ولی همونجور که میانی همه آزادن چطوری لباس بپوشن رو را برم ببینید که توشون گفته بشه دقیقا چی باید بپوشید و چی کار بکنید. حالا داستان داره این مسئله بی بی خانم. نام ملکه سرای ملک خانم بوده. میگن زمانی که
تیمور لنگ از سمرقند میره برای فتوحات بعدی و کشتارهای بعدی، معمار هنگام ساختن این مسجد به ملکی میگه که من در صورت اینه تمام کنم که تو به من یک بوسه بدی. و این درخواست خیلی عجیبه، چون میگن زن بسیار زیبایی بوده. در نهایت خانمه میگه ما چطور از دست این معمار در بریم؟ بهش میگه که بیا، کنیزان دیگر من هستن، اونها رو ببوس. میگه نه، فقط تو. بعد میگه که بیاین سه تا تخم مرغ بیارین. ملکه میگه اینا رنگای مختلف میزنه به معمار نشونه، میگه که این تخم مرغا میبینی بیرونشون هر کدوم یه رنگه ولی توشون همشون تخم مرغن. در ازاش معمار دو جام میاره، یکی آب یکی شراب، و اونو به ملکه نشون میده. میگه اینا هر دو جامن، ولی یکی مست شراب میکنه یکی سیراب، بنابراین شما فرق داری. در نهایت در غیبت امیر تیمور انگار گونه فقط ملکه رو میبوسه، ولی اتفاق عجیبی میفته، جای بوسه بر روی گونه ملکه میمونه قرمز رنگ. وقتی امیر تیمور برمیگرده میبینه، عصبانی میشه، معمار رو میکشه، میگن زیر همون مسجد اولوغبه، چالش میکنه که نمیتونه چیزی باشه. و بعدش هم میگن که بیبی خانم خودکشی میکنه، خودش از بالای مسجد میندازه پایین، از بالای در ورودیش. و این تراژدی یا داستان عاشقانه و غمگین تمرلین هستش که به صورت اپرای در اروپا خونده میشه و نوشته شده. و این افسانه تیمور لنگ و ملکش هستش، بیبی خانم و مسجدش.